اوه دستم چطور درد میکنه؟ نشکه همی دست مرا کدام چیزی شده باشه؟ یک دفعه قد نشوه؟ خدایا توبه توبه. شما هم گاهی این تلقینات منفی را تجربه کردین؟ بعضی وقتهای قدر زیاد میشه در زندگی که ما را واقعا به یک بنبست میکشه. بیاین ببینیم دیگرا چقدر این تلقینات منفی را در زندگی خودشان پیاده میکنن و هر روز با این تلقینات زندگی را پیش میبرن. بیاین ببینیم. از دستی سردردی یکان روز خوبه یخی کدام مشکل پیش نامده باشی چی رقم مجبور پیش یکان دکتر برم فکر میکنم خدای نخواسته کدام مرض یا کدام مشکل برم ایجاد نشه یکان وقت نگرانم میباشم یک جور زودتر برم که حال دیگه نگوید که چی شد اوف دسته قلب خوب یخی پریشان هستم به خدا درد میکنه ها نشه که کدام چیز شده باشه او دفعه دیگه هم پیش دکتر رفته بودم خدایا والا ما بیشتر نگرانی ما از صحت ما است که خیلی نگران هستم که مبادا قلبم کدام چیز شده باشه و بالاخره سکته نکنم وی با دندان من درد گرفت باید من امروز 100% پیش دکتر برم من به خاطر صحتم بسیار نگران هستم به خدای چشم دردی خواهد بسیار زیاد چشمم درد نکنه نشه که دفعه کور شد نگرانی من به خاطر صحتم هستم به من بگو چگونه فکر میکنی؟ تا به تو بگویم چگونه زندگی میکنی ذهن انسان مثل یک باغچه است در این باغچه میتونین که گلهای زیبا بکارین و اگر گلهای زیبا در این باغچه نتونین بکارین میتونه علف هرزه در اونجا برویه کیفیت زندگی انسانها بستگی داره به نحوه و شیوه تفکر انسان ها گاهی چیزی را که شما در ذهنتان می پرورانین اویش شاید در وجود شما وجود نداشته باشه و شاید هم موردی باشه که در زندگی شما اتفاق نیفته ولی فکر کردن در یک مورد چی مثبت چی منفی در نهایت منتج به این میشه که اون مورد در زندگی شما اتفاق بیفته پس باور و اندیشه و تلقین و چی گونه فکر کردن میتونه که روی کیفیت زندگی ما یا برای بهتر شدنش یا برای بدتر شدنش تأثیری بس بزرگ و کلان بگذاره